اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. ملت‌های جهان فرارسیدن سال 2020 میلادی را جشن گرفتند. آرزو کنیم که سال نو برای ملت‌های جهان سال دوستی و همکاری و صلح باشد. و همزمان ملت ایران نیز از این محنت فزاینده بیرون آید و به راه شکوفایی و آرامش و نیکبختی بازگردد. امروز چهارشنبه 11 دی ماه خورشیدی، نخستین روز از ماه ژانویه سال جدید میلادی سال 2020 و چهارم ماه تبت از سال 5780 اپری می باشد. در این لحظه سرخط چند خبر مهم روز را به آگاهی شما یاران گرامی می رسانیم. پرزیدنت ترامپ دیروز گفته بود که رژیم ایران بابت جان هر آمریکایی و هر خسارتی که به منافع آمریکا وارد آورد، بهای سنگینی خواهد پرداخت، ولی اکنون میگوید که آمریکا در پی جنگ با ایران نیست و بعید میداند چنین جنگی رخ دهد. او به حکومت ایران توصیه میکند از راه ستیز بازگردد و راه صلح خواهی را در پیش گیرد. با این همه ایالات متحده چند صد سرباز دیگر نیز به خاورمیانه میفرستد که یکی از ماموریت‌های آنان حفاظت از سفارتخانه‌ها و منافع آمریکایی در منطقه می باشد. با وجود سخنان مسالمت آمیز پرزیدنت ترامپ، این احتمال که گروه‌های وابسته به رژیم ایران در عراق و کشورهای دیگر در صدد انتقام گیری از ایالات متحده باشند همچنان ادامه دارد. برخی تحلیلگران ارزیابی می کنند که شیوه انتقام گیری رژیم ایران در حدی نخواهد بود که آمریکا را به جنگ بکشاند. در بسیاری از کشورهای جهان فرارسیدن سال نو میلادی را جشن گرفتند. در اسرائیل نیز جشنهای متعددی در سراسر کشور برگزار گردید. و در ایران حکومت همچنان از انتشار شمار جانباختگان خیزش مردمی در آبان ماه شانه خالی می کند و می گوید که انتشار چنین آماری از وظایف قوه قضاییه نیست. دولت روحانی و سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی رژیم نیز همچنان از این کار شانه خالی می کنند. مشروع این گزارش‌ها و خبرهای بیشتری را درباره اسرائیل، ایران و دیگر کشورهای جهان در این مجموعه خبری یک ساعته به شما تقدیم خواهیم کرد. تیم خبری امروز ما شامل خانم لیلی بنایان، دکتر عبدالله قرقوزلو و من شیرین دادگستر می باشد. در بین برنامه موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. با ما همراه باشید. چهارشنبه و نخستین روز سال میلادی 2020 بر همگان خوش باد. با بیان این آرزو همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به آگاهی شما می رسانیم. در همان حال که سپاه پاسداران ایران و گروه‌های چریکی شیعه در عراق به تهدیدهای جنگی علیه ایالات متحده ادامه می‌دهند و با آنکه پرزیدنت ترامپ قاطعانه گفته است که حکومت اسلامی ایران مسئول حمله گروه‌های شیعه به ساختمان سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد می‌باشد، بسیاری از آگاهان سیاسی و امنیتی بعید می‌دانند که بین طرفین یک درگیری جنگی رخ دهد. پرزیدنت ترامپ که ساعتی پس از تهاجم گروه‌های وابسته به حکومت ایران به ساختمان سفارت در بغداد گفته بود که رژیم ایران را مسئول این تعرض می‌داند و واکنش آمریکا بسیار قاطع خواهد بود، شب گذشته سه‌شنبه در استراحتگاه خود گفت که ایالات متحده در پی جنگ با ایران نیست و تصور نمی کند که چنین درگیری مسلحانه رخ دهد.
او همچنین گفت که ایالات متحده هرگز در پی ستیز نیست، بلکه خواهان صلح و آرامش است و توصیه می کند که حکومت ایران نیز همین شیوه را در پیش گیرد. آگاهان این سخنان را با اظهارات پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده در تضاد می بینند که گفته بود رژیم ایران نسبت به جان افراد آمریکایی و یا وارد آمدن زیان به نهادهای آن کشور بهای سنگینی خواهد پرداخت. نخستین واکنش پرزیدنت ترامپ و مقامات ارشد آمریکایی در واکنش به ورود تظاهرکنندگان به داخل سفارتخانه در بغداد بسیار شدید و لحن بود و همزمان گروهی از سناتورهای آمریکایی خواستار آن شدند که این بار ایالات متحده پاسخ تنبیهی خود علیه رژیم اسلامی را در داخل انجام دهد. با این همه بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که پرزیدنت ترامپ همچنان از رویارویی جنگی با رژیم ایران دوری می جوید، ولی بعید نیست پاسخ خود به تهدیدهای حکومت ایران را به شیوه های دیگری بدهد. کارشناسان همچنین بر این گمان هستند که حکومت ایران نیز خواهان رویارویی مستقیم با ارتش ایالات متحده نیست، ولی همچنان خواهد کوشید از طریق به کار گرفتن عوامل چریکی خود در عراق به عملیات انتقام جویانه گسترده دست بزند. با آنکه بسیاری از مردم عراق خواهان پایان بخشیدن به نفوذ و اخلال از جانب عوامل وابسته به رژیم ایران هستند، ولی تظاهرات گسترده‌ای که در برابر سفارت آمریکا رخ داد و حضور سران گروه تروریستی کتائب حزب الله در برابر سفارت و عملیات خشونتبار دیگر نشان از آن دارد که حضور نظامی و سیاسی رژیم ایران در عراق همچنان بسیار قوی است. ارزیابی می شود که تجاوز روز گذشته سه شنبه به ساختمان سفارت آمریکا ممکن است در روزها و هفته های آینده ادامه یابد. مهمترین خطر شلیک موشک از فاصله دور است که ردیابی آن بسیار دشوار می باشد و تعرض کنندگان فرصت کافی خواهند داشت از محل بگریزند. همچنین مقامات امنیتی ایالات متحده احتمال می دهند که سفارتخانه های آمریکایی در کشورهای دیگر جهان نیز در معرض خطر باشد و از این رو نگهبانی از آنها شدت یافته است. مقامات آمریکایی میگویند که تعرض روز گذشته به سفارت آمریکا در بغداد جریان تسلط 40 سال پیش بر ساختمان سفارت آمریکا در تهران را تداعی میکند و از این رو برای پرزیدنت ترامپ بسیار مهم است که به یک واکنش نظامی علیه رژیم ایران دست بزند تا بار دیگر ثابت کند که او از مصالحه جویی های حزب دموکرات بسیار بدور است. اشغال سفارت آمریکا در تهران در دوران پرزیدنت جیمی کارتر از حزب دموکرات روی داد که رفتار عاجزانه ای در پیش گرفت و عملاً به حکومت ایران امکان داد گروگان‌ها را مدت 444 روز در اختیار خود نگاه دارد. تنها فردای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و پیش از ادای سوگند از جانب پرزیدنت رونالد ریگان بود که حکومت ایران از بیم واکنش جنگی این رئیس جمهوری از حزب جمهوری خواه بلافاصله گروگان‌ها را آزاد کرد. اکنون رهبران هر دو کشور ایران و ایالات متحده بر سر دوراهی قرار دارند و باید تصمیم بگیرند که در روزها و هفته‌های آینده چه رفتاری در پیش خواهند گرفت. از یک سو پرزیدنت ترامپ خواهان جنگ با حکومت ایران نیست و از هزینه سنگین آن و تأثیر نامطلوبش بر انتخابات ریاست جمهوری آگاهی دارد و سوی دیگر اگر رژیم ایران را به سختی تنبیه نکند موجب گستاخی رژیم گردیده و ممکن است به اعتبار خود لطمه زند. در آن سوی مرز حکومت اسلامی ایران است که از یک سو می خواهد بیشترین بهره برداری را از رویدادهای خونین عراق بکند و موجب تقویت موقعیت خیش شود و سوی دیگر باید تصمیم بگیرد که تناب را تا چه حد می خواهد بکشد که پاره نشود. به گفته برخی ناظران در هر صورت حکومت ایران نیز خواهان رویارویی جنگی با ارتش ایالات متحده نیست
و از این رو ارزیابی می شود که حکومت ایران ترجیح خواهد داد که تعرضات بعدی نیز در خاک عراق انجام شود و جنبه رویارویی مستقیم جنگی با حکومت ایران نداشته باشد. بدین سان خاک ایران یک بار دیگر به صحنه جدال و جنگ غیر مستقیم بین رژیم ایران و ارتش ایالات متحده مبدل می شود. آگاهان امنیتی در اسرائیل می گویند که تردیدی نیست دولت بغداد عملاً حمله تظاهر کنندگان به ساختمان سفارت آمریکا در بغداد را امکان پذیر ساخت. ورود به منطقه سبز در بغداد که از پل معلق آغاز می شود کاملاً کنترل می گردد. ولی روز گذشته هنگامی که تظاهر کنندگان وابسته به رژیم ایران و سرکردگان گروه چریکی کتائب حزب الله از پل گذشتند و به سوی سفارت آمریکا به پیشروی پرداختند، نه تنها نیروهای امنیتی عراق جلوی آنها را نگرفتند، بلکه عملاً به تظاهر کنندگان امکان دادند ساختمان سفارت آمریکا را محاصره کنند و حتی بکوشند وارد حیات آن شوند. در تمام این مدت نشانی از نیروهای انتظامی عراق وجود نداشت. در پی حمله گروهی از تظاهرکنندگان به سفارت آمریکا در بغداد، دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ایران به طور کامل مسئولیت جانهای از دست رفته یا خسارات وارده به هر یک از ساختمانهای ما را به عهده خواهد داشت. آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت. این هشدار نیست، تهدید است. بسیاری از کسانی که در برابر سفارت آمریکا جمع شده بودند، یونیفرم‌های نظامی بر تن داشتند و پرچم‌های گروه‌های شبه نظامی شیعه نیز در میانشان دیده می‌شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در حساب کاربری خود سازماندهی حمله به سفارتخانه را به تروریست‌ها و نایبان جمهوری اسلامی نسبت داد. او گفت: حمله سه‌شنبه توسط تروریست‌ها، ابو مهدی مهندس، قیس خزعلی سازماندهی و توسط نایبان ایران، هادی آمری و فالح الفیاض برانگیخته شده بود. تمام افراد نامبرده و شماری از گروه‌های قدرتمند شبه نظامی شیعه از سوی آمریکا متهم هستند به نیابت از جمهوری اسلامی در عراق فعالیت می‌کنند و مورد حمایت تهران قرار دارند. آنها در این حال متهم به انجام حملات به نیروها و منافع آمریکا هستند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اما اتهام نقش‌آفرینی در حمله به نیروهای آمریکایی را رد کرده و گفته این ادعای بدون مدرک آمریکا نمیتواند توجیهی برای بمباران و کشتار مردم برخلاف قوانین بین المللی باشد. مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل متحد نیز اتهام‌های آمریکا را رد کرده و گفته برای منحرف کردن توجهات از عصبانیت مردم عراق وارد شدند. با همه اینها مقام‌های آمریکایی گفتند تصمیمی برای تخلیه پرسنل و کارکنان سفارتخانه از عراق گرفته نشده و در حمله اخیر به ورودی سفارتخانه هم به کسی آسیبی نرسیده است. وزارت دفاع آمریکا گفته نیروهای بیشتری برای محافظت از سفارت خود در بغداد مستقر خواهد کرد. دونالد ترامپ نیز گفته این نیروها به زودی در محل مستقر خواهند شد. من فکر میکنم تمهیدات به خوبی مدیریت شدند. بر همساله رئیس جمهوری عراق در نکوهش حمله به سفارت امریکا در بغداد توسط گروهی که بسیار از آنها پرچمهای شبه نظامیان شیعه را در دست داشته و یونیفرم نظامی بر تن داشتند بیانیه صادر کرده است. بر همساله در این بیانیه گفته تلاش برای یورش بردن به سفارت آمریکا در بغداد ناقض تعهدات بین المللی است که دولت عراق را پایبند می کند. رئیس جمهوری عراق در ادامه افزوده است تظاهرات صلح‌آمیز حقی است که قانون اساسی آن را تضمین کرده، ولی هدف قرار دادن دفاتر و مراکز دیپلماتیک علیه منافع عراق و اعتبار بین المللی آن است. رئیس پارلمان عراق نیز در نکوهش حمله به سفارت آمریکا
بیانیه ای منتشر کرده است. محمد حلبوسی در این بیانیه که در حساب کاربری او در توییتر نیز منتشر شده، حمله به سفارت آمریکا را رفتاری غیر قابل قبول توصیف کرده که به منافع عالی عراق آسیب رسانده و چهره نامناسب از مردم عراق ارائه می کند. آقای حلبوسی افزوده این اقدام برخلاف معیارها و توافقهای بین المللی است. او از دولت خواسته بر تعهدات خود در زمینه حفاظت از مراکز دیپلماتیک پا بر جا بماند. پیشتر کاخ سفید اعلام کرده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر عراق تلفنی صحبت کرده و بر ضرورت تضمین امنیت پرسنل و مکانهای دیپلماتیک تأکید کرده است. دیوان عالی عدالت اسرائیل در روزهای آینده تصمیم خواهد گرفت که آیا رسیدگی به یک پرسش سیاسی میتواند در حیطه اختیارات آن نهاد باشد و یا دادخواستی را که به آن دادگاه عالی ارائه شده باید رد کند. مباحث مقدماتی در این باره روز گذشته سه‌شنبه انجام گرفت، ولی تصمیم نهایی در روزهای آینده اعلام خواهد شد. 67 تن از صاحبان قلم و بلند پایگان صنایع دانشبنیان از دیوان عالی عدالت خواستند رأی دهد که سیاستمداری که دارای پرونده اتهامی می باشد نمی تواند به مقام نخست وزیری برسد. موضوع این دادخواه در واقع به آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو مربوط می شود که ممکن است پس از انتخابات عمومی 3 ماه دیگر مأمور تشکیل کابینه بعدی شود. مشاور حقوقی ارشد دولت که مقام دادستان کل کشور را نیز به عهده دارد گفته است که دیدگاه خود را در مورد یک امر فرضی بیان نخواهد کرد، زیرا انتخابات پارلمانی اسرائیل هنوز انجام نگرفته و پرزیدنت ریولین هنوز کسی را مأمور تشکیل کابینه آینده نکرده است. حقوقدان ارشد کشور گفت که وقتی این موضوع جنبه واقعی به خود بگیرد آنگاه پاسخ خود را اعلام خواهد کرد. ولی پرزیدنت روبی ریولین رئیس جمهوری در یک سخنرانی دیدگاه خود را در این باره اعلام کرد. او گفت اگر کسی با رای مردم به موفقیت رسیده، دادگاه نمیتواند مانع نخست وزیری او شود، زیرا مردم از وی استقبال کرده و به او رأی داده اند. همان گونه که گفته شد، دیوان عالی عدالت اسرائیل تا چند روز دیگر حکم خود را صادر خواهد کرد که آیا دادگاه حق دارد در مورد یک مطلب سیاسی وارد بررسی شود و یا این امر از حیطه اختیارات آن بدور است. لینزی گراهام نماینده جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا در پیام خطاب به حکومت ایران گفت که برخلاف پرزیدنت اوباما، پرزیدنت ترامپ آنها را در قبال تهدید علیه آمریکایی ها مسئول می داند. سناتور گراهام در پیامی 4 قسمتی در توییتر گفت به پرزیدنت ترامپ که در مقابله با تهدیدها علیه سفارت ما در بغداد قاطعانه عمل کرد بسیار افتخار میکنم. او به جهان اخطار داده که تحت رهبری او حادثه مشابه بنغازی روی نخواهد داد. لینزی گراهام در ادامه گفت خطاب به دولت ایران حواستان باشد که چه آرزو میکنید. کشوری که برای بقای خود به پالایش نفت وابسته است باید خیلی مواظب باشد. پرزیدنت ترامپ برخلاف پرزیدنت اوباما شما را مسئول تهدید علیه آمریکایی ها می داند و سهمگین ترین ضربه را به دردآورترین نقطه خواهد زد. در انتخاب نبردهایتان هوشیاری به خرج دهید. سناتور گراهام افزود خطاب به متحدان عراقی این فرصتی برای شماست که مردم آمریکا را متقاعد کنید رابطه آمریکا و عراق رابطه معنادار است و ارزش حفظ کردن را دارد. از کارکنان آمریکایی حمایت کنید و از آن پشیمان نخواهید شد. و الیوت انگل رئیس دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که روشن است جمهوری اسلامی پشت حملات به سفارت آمریکا در بغداد است و پرزیدنت ترامپ برای رسیدن به یک سیاست در خصوص ایران لازم است
از نزدیک با کنگره همکاری کند. الیوت انگل در مصاحبه با CNN گفت من هیچ تردیدی ندارم که ایران پشت این قضیه است. او گفت به باور من ایران سالها بزرگترین دشمن آمریکا بوده است و حالا آنها هر مشکلی که بتوانند ایجاد می کنند. به گفته آقای انگل اهمیت بسیار زیادی دارد که پرزیدنت و دولت با کنگره تماس بگیرند و در این مورد با کنگره همکاری کنند. آقای انگل افزود کنگره طی حدود یک هفته گذشته جلسه نداشته است و به نظر من وقتی به کنگره برگردیم لازم است نشستی داشته باشیم. من فکر میکنم بسیاری از افراد ایده های زیادی دارند و جلسات نباید پشت درهای بسته باشد، بلکه باید باز باشد و باید با کنگره مشورت شود. رئیس دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت ما میدانیم که جمهوری اسلامی دوست ما نیست، میدانیم که جمهوری اسلامی مسئول بسیاری از مسائل شریرانه است که در آن منطقه جریان دارد. به نظر من ما باید به این مسئله با یک روش متحد رسیدگی کنیم و فکر میکنم که دولت باید به یک سیاست منسجم در این مورد برسد. سال جدید میلادی سال 2020 از سپیددم امروز چهارشنبه آغاز شده و به همین مناسبت در بسیاری از کشورهای جهان تعطیلات عید برقرار شده است. بانک ظاهراً سال نو میلادی به مسیحیان تعلق دارد و بیشتر در کشورهای غربی رعایت می شود، ولی بسیاری کشورهای غیر مسیحی نیز جشن سال نو را برگزار می کنند و گاه شماری آنها بر حسب سال میلادی است. حتی بسیاری از کشورهای عرب نیز به جای تاریخ هجری از تاریخ میلادی استفاده می کنند. در اسرائیل نیز شب گذشته جشن‌های زیادی در مراکز تفریح و حتی در خانه‌های شخصی برگزار شد. در کاباره‌ها و مراکز تفریحی هنرمندان بسیاری تا پاسی از نیمه شب برنامه اجرا می‌کردند و رقص و پایکوبی ادامه داشت. پلیس اسرائیل به تدابیر گسترده‌ای دست زده بود تا افراد در حال مستی رانندگی نکنند. چنین تخلفی با مجازات شدید همراه می باشد. در اسرائیل نیز ظاهراً گاه شمار رسمی تقویم عبری است، ولی همگان از تقویم میلادی استفاده می کنند. گرچه در مکاتبات و اسناد رسمی تاریخ عبری نیز معمولاً ذکر می شود. اسرائیل در حالی یک سال دیگر را پشت سر گذاشته که دستاوردهای قابل توجهی داشته و سطح زندگی مردم بالا رفته و قوه خرید حقوق بگیران افزایش یافته است. ارزیابی می شود که سطح زندگی در یک سال گذشته در اسرائیل حدود 5% بالا رفته است و این در حالی که در بسیاری از کشورهای مشابه رشد اقتصادی بسیار کمتر از این میزان بوده است. در سال گذشته ترور فلسطینی همچنان قربانی گرفت و گروه‌های ستیزجو در غزه به شلیک موشک به قصد کشتن شهروندان اسرائیلی ادامه دادند. در 12 ماه گذشته بارها این احتمال مطرح گردید که اسرائیل ممکن است ناچار شود برای پایان بخشیدن به تعرضات تروریستی وارد نوار غزه شود و به عملیات جنگی دست بزند. ولی رهبران اسرائیلی با شکیبایی زیاد کوشیدند راهکاری غیر جنگی بیابند. با این همه بحران در خط نوار مرزی اسرائیل با غزه همچنان جریان دارد و در این حال دولت مصر به تلاش ادامه می دهد تا شاید نوعی تفاهم بین اسرائیل و گروه حماس در غزه به وجود آید که به موجب آن اسرائیل برخی خواسته های معیشتی فلسطینی ها را عملی سازد و در مقابل آنها تعهد کنند که عملیات تهاجمی متوقف خواهد شد و یا کاهش خواهد یافت. سال پیش رو سال پایانی دوران خدمت 4 ساله پرزیدنت ترامپ نیز می باشد و کارزار انتخاباتی در ایالات متحده آغاز گردیده و در ماه‌های آینده شتاب بیشتری خواهد یافت.
حکومت اسلامی ایران با بی‌صبری در انتظار پایان دوران 4 ساله ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ است و آرزو دارد که پرزیدنت ترامپ برای دور آینده شکست بخورد و حکومت در آمریکا به حزب دموکرات منتقل گردد و شاید رژیم ایران بتواند با دولت بعدی به نوعی تفاهم برسد. در گزارشی که در آستانه سال نو میلادی توسط اداره کل آمار اسرائیل انتشار یافته، نشان می‌دهد که مردم این کشور خود را خوشبخت احساس می‌کنند و مشکلات معیشتی و اجتماعی آنان از بسیاری کشورهای دیگر کمتر است و دموکراسی در اسرائیل یک امر واقعی است و مردم خود را در هراس و فشار احساس نمی‌کنند و حکومت بیش از همه خود را نسبت به رفاه مردم پاسخگو می‌داند. در این آمار آمده است 89% از مردم اسرائیل از زندگی خیش رضایت دارند و خود را خوشبخت می‌دانند. همچنین به موجب این آمار 83% از مردم اسرائیل از محل زندگی خیش راضی هستند. در این حال 62% از مردم اسرائیل از سیستم اتوبوسرانی و امکان جابجا کردن مسافران بسیار ناراضی می‌باشند. درآمد سرانه در اسرائیل یکی از بالاترین ها در میان کشورهای مشابه محسوب می شود. به موجب آمار رسمی، درآمد سرانه در اسرائیل از 35,000 دلار فراتر می رود که در میان کشورهایی که تا 50 سال پیش در شرایط مشابه بودند، امروز بسیار بالاتر است. ارزیابی شده که در کشور ثروتمند ایران که دارای منابع سرشار گاز و نفت می باشد و ثروت‌های طبیعی بسیار زیاد دیگری نیز دارد، درآمد سرانه 1/10 اسرائیل است و در سال‌های اخیر مرتباً پایین‌تر می‌آید. یافتن منابع زیردریایی گاز که اسرائیل بهره‌برداری از آن را آغاز کرده، به بهبود وضع مردم و بالا رفتن درآمد سرانه کمک بسیار کرد. ولی یکی از منابع عمده درآمد اسرائیل صنایع دانش بنیان است. در اسرائیل امور تکنولوژی و سایبری از پیشرفت بسیار بالایی برخوردار است که این کشور را پس از ایالات متحده و بسیار جلوتر از کشورهایی مانند چین و هند قرار می دهد. از آنجا که اسرائیل فاقد معادن سرشار می باشد، به تولید محصولاتی رفته که به مواد اولیه به مقدار زیاد نیاز ندارد و تنها ماده اولیه‌ای که امور کامپیوتری و سایبری به آن نیاز دارد، مغز انسانی است. وزارت آموزش و پرورش اسرائیل در سالهای اخیر به پیشبرد تحصیلی دانش آموزان توجه بسیار زیاد نشان می‌دهد. نهاد ویژه‌ای در وزارت آموزش و پرورش همه دانش آموزان در همه مدارس کشور را رصد می‌کند تا آنانی را که دارای استعدادهای ویژه هستند بیابد و زیر بال حمایت خود بگیرد. به این دانش آموزان با برگزاری کورس‌های ویژه، علوم اساسی و به ویژه ریاضیات در سطح بسیار بالا تعلیم داده می‌شود تا آنها بتوانند پس از گرفتن دیپلم متوسطه و پایان دوران خدمت نظام وظیفه وارد رشته‌های تکنولوژی شوند. در ارتش اسرائیل نیز واحد ویژه‌ای برای امور اطلاعاتی وجود دارد که شاخه امور سایبری و کامپیوتری یکی از بخش‌های مهم فعالیت آن است. بسیاری از جوانانی که در دوران خدمت سربازی در این واحد خدمت کرده اند، معمولاً پس از پایان دوران ارتش شرکت‌های دانش بنیان برپا می‌کنند و به برنامه ریزی کامپیوتری و نوآوری‌های فنی روی می‌آورند. در برخی موارد شرکت‌های دانش بنیانی که توسط این جوانان برپا شده با بهای چند صد میلیون دلار به کمپانی‌های بین‌المللی فروخته شده است. یکی از این شرکت‌های اسرائیلی به بهای 4.5 میلیارد دلار به کمپانی گوگل فروخته شد. اسرائیلیان به گردشگری نیز علاقه بسیار دارند و از هر دو شهروند اسرائیلی هر سال 1 تن به سفر تفریحی خارج از کشور می رود.
مبالغی که اسرائیلیان در سفرهای خارج از کشور هزینه می کنند بیشتر از مبلغی است که گردشگران خارجی در دیدار از اسرائیل خرج می کنند. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، تلاش حسن روحانی برای فرار از مسئولیت و موجه جلوه دادن بدقولی‌هایش در رسانه‌های دولتی ایران نیز با انتقاد روبرو شد و بسیاری از شنوندگان سخنان او وی را به دروغگویی دوباره متهم ساختند. روحانی چندین قول اساسی به مردم داده و کلید نمادین در دست گرفته و ادعا کرده بود که قادر است همه قفل‌ها را بگشاید و مشکلات مردم را حل کند. حالا ادعا می‌کند که همه این قول‌ها را در شرایط صلح داده بود و این در حالی که اکنون شرایط جنگی برقرار است. این بهانه‌ای بیش نیست، زیرا در آن دورانی نیز که ایالات متحده هنوز در برجام بود، روحانی نتوانست کوچکترین هدفی را پیش برد و به ویژه وضع حقوق انسانی روز به روز به وخامت بیشتری گرایید. ولی روحانی که یک سیاستمدار کار کشته و زیرک حکومتی است، میبایست از اول میدانست که در ساختار سیاسی حکومت ایران رئیس جمهوری کاری نیست که بتواند قولی بدهد. محمد خاتمی گفته بود که رئیس جمهوری یک کارچاق کن و یا به قول خودش یک تدارکات چی بیشتر نیست. به عنوان مثال روحانی قول داده بود که هرگز اینترنت را قطع نخواهد کرد و فیلتر نیز نخواهد شد. نقض این وعده ها را در جریان خیزش مردمی در آبان ماه دیدیم. نیازی به آوردن مثال های دیگر نیست، زیرا بازماندن یا قطع اینترنت امری نیست که دست رئیس جمهوری باشد. مقاماتی خیلی بالاتر از رئیس جمهوری تدارکات چی در این باره تصمیم میگیرند. مجموعه خبری ما همچنان ادامه خواهد یافت، ولی پیش از آن یک آهنگ ایرانی میشنویم. با یک دیگر هم پیمانی ما آزادی میخوانی، در پیکاری مسرورانگیز با ضرب آهنگی یکسانیم. بگذر از این مردابی ها، بال بکشا در آبی ها، باز ایران ایران خواهد شد، پایان یابد بیتابی ها. سرشار باران بارآور شو سبز و رویان، بگذر از ایران با شادی، ای آزادی ای آزادی. با یک دیگر هم پیمانیم ما، از آزادی میخوانیم، در پیکاری بس شورنگ بازر با هنگی یک سالی.
همکاران ما به پخش خبرهای ایران و دیگر کشورها ادامه می دهند. حسن روحانی گفت در سالهای 97 و 98 خورشیدی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا باعث جلوگیری از ورود 200 میلیارد دلار به ایران شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در تهران، وی که روز شنبه در مراسم راه‌اندازی یک قطار برقی سخن می‌گفت، افزود این 200 میلیارد دلار شامل پول فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر و اعتبار خارجی به میزان 100 میلیارد دلار بوده است. طبق آمارهای سازمان اوپک، ایران قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا در اردیبهشت ماه 97 روزانه 2,500,000 بشکه صادرات نفت داشته است و صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به گفته برخی مقامات حکومت ایران به 125,000 بشکه در روز سقوط کرده است. دولت دونالد ترامپ گفته است که قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. به گفته ایالات متحده آمریکا، هدف از اجرای این تحریم‌ها بازگرداندن ایران به پای میز مذاکره برای دستیابی به یک توافق جامع است که جلوی برنامه‌های نظامی، گسترش موشک‌های بالستیک و رفتارهای مخرب حکومت ایران در منطقه و جهان را بگیرد. حسن روحانی ضمن اشاره به تحریم‌های کنونی ایالات متحده آمریکا گفت در بدترین دوران تحریم هستیم و وقتی آب و غذا نیست، فرد هر چه قوی هم باشد در خطر می‌افتد. منابع خبری می‌گویند با توجه به افزایش 3 برابری بهای هر لیتر بنزین، انتظار می‌رود که طی ماه‌های آینده تورمی شدید بر ایران مستولی شود و رئیس بانک مرکزی هم گفته است که ایران برای جبران کسری بودجه خود در سال جدید میلادی به فروش نفت به بهای 194 دلار و 60 سنت نیاز خواهد داشت. تام کاتن، نماینده جمهوری خواه ایالت آرکانزاس در مجلس سنای آمریکا، در پیامی با اشاره به حمله به سفارت آمریکا در عراق گفت همانطور که پرزیدنت ترامپ اشاره کرده، مسئولیت این حمله بر عهده جمهوری اسلامی ایران است. سناتور کاتن روز سه‌شنبه دیروز در توییتر گفت وقتی هفته گذشته شبه نظامیان مورد حمایت ایران یک امریکایی را در عراق کشتند، با یک پاسخ قاطع روبرو شدند. سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی مسئول مستقیم سازماندهی حمله به سفارت امریکا در عراق است. مارکو روبیو، سناتور فلوریدا، نیز در نخستین واکنش به تلاش گروهی از شبه نظامیان عراقی برای حمله به سفارت آمریکا در بغداد در توییت خود نوشت ایران به طور مستقیم مسئول سازماندهی حمله به سفارت آمریکا در عراق است و باید برای آن و امنیت تمام آمریکایی هایی که در آنجا خدمت می کنند پاسخگو باشد. وزیر کشور عراق نیز در بیرون سفارت حضور یافت و خبر داد که نیروی امنیتی بیشتری حفاظت از سفارت آمریکا را بر عهده خواهد داشت. حمله به سفارت آمریکا در بغداد از سوی هواداران شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران پس از حمله دفاعی آمریکا به مواضع گروه کتائب حزب الله، گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، در روز یکشنبه گذشته صورت گرفته است. آمریکا در واکنش به حملات به نیروهای ائتلاف و کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی به 5 موضع گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه و عراق حمله برد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر برخورد حسن روحانی با رحمانی فضلی وزیر کشور، سخنگوی دولت چنین گزارش‌های را شایع خوانده است. به گفت شایعات برخورد رئیس جمهور با وزیر کشور در ارتباط با مسائل پیرامون جمعیت هلال احمر کذب محض است. دفتر سخنگوی دولت طی اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب شایعات و آنچه وی دروغ پردازی‌های مربوط به برخورد رئیس جمهور با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خوانده است گفت
از مدعی العموم دادستان خواسته است تا موضوع انتشار این گونه شایعات و اخبار به ادعای او دروغ که با نیات غیر اخلاقی و مخرب به دنبال تضعیف نهاد دولت و ایجاد ناامیدی در جامعه هستند را مورد پیگیری قرار می‌دهد. دوشنبه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گزارش‌های مبنی بر برخورد تند لفظی میان حسن روحانی و وزیر کشور رحمانی فضلی در خصوص انتصاب سرپرست جدید جمعیت هلال احمر انتشار یافته بود و همین موضوع موجب شد تا رئیس جمهور علیه وزیر کشور حکومت حملات تندی انجام دهد. سازمان عفو بین‌الملل از مقامات ایران خواست اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی را که هنگام جرم کمتر از 18 سال سن داشته است متوقف کنند. بر اساس گزارش ها آرمان عبدالعالی از زندان رجای شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده و قرار است حکم او چهارشنبه امروز اجرا شود. امری که عفو بین‌الملل آن را نقض فاحش قوانین بین‌المللی می‌داند. این نهاد مدافع حقوق بشر در اطلاعیه خود تأکید کرده که تحقیقات پلیس در این پرونده معیوب و ناقص بوده و محاکمه آرمان عبدالعالی نیز به غایت غیر منصفانه بوده است. به گفته عفو بین‌الملل، آرمان عبدالعالی به دادگاه اعلام کرده که پس از دستگیری به مدت 76 روز در انفرادی نگهداری شده و از طریق ضرب و شتم مورد شکنجه قرار گرفته تا علیه خود اعتراف کند. آرمان عبدالعالی متهم به قتل غزاله شکور دوست دختر خود در سال 92 است، زمانی که 17 ساله بود. عفو بین‌الملل میگوید که ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان دست به اعدام محکومان نوجوان زده است. این سازمان از مقام‌های ایرانی خواسته است که فوراً برنامه اعدام آرمان عبدالعالی را متوقف کند، حکم اعدام او را نقض و زمینه محاکمه مجدد وی را فراهم آورد. در همین حال سازمان حقوق بشر در ایران نیز گزارش داده که در روزهای یک شنبه و دوشنبه 4 متهم به قتل دیگر نیز که احکام اعدام آنها به تایید دیوان عالی کشور رسیده جهت اجرای حکم از زندان رجای شهر به سلول انفرادی منتقل شدند. این سازمان نام یکی از متهمان را حسین غلامی عنوان کرده که از حدود 3 سال قبل به اتهام قتل زندانی است. هویت 2 نفر دیگر اما مشخص نیست. تعداد اعدام‌های ثبت شده در ایران طی سال 2018 دست کم 253 مورد بوده که از این نظر ایران را پس از چین در ردیف دوم کشورهای قرار می دهد که بالاترین میزان اعدام در جهان را دارند. وزیر خارجه حکومت ایران گفته است اگر اروپایی ها اقدام عملی برای ایفای تعهدات خود انجام دهند، ایران نیز اقداماتش را به عقب برمی گرداند. بر اساس گزارش ها از تهران، جواد ظریف که برای دیدار و مقامات چینی رسپار پیکن شده است، ضمن تاکید بر این نکته که بعید است اروپا از برجام خارج شود گفت اگر اروپایی ها اقدام عملی برای ایفای تعهدات خودشان انجام بدهند، ایران نیز اقداماتش را به عقب بر می گرداند. وی که به پکن سفر کرده است، 3 شنبه 10 دی ماه به خبرگزاری ایرنا گفت که لازم است اروپایی ها اقدامات عملی خود را در مورد برجام انجام دهند. وی روز گذشته در مسکو به دولت های اروپایی هشدار داد که نمی توانند از مسیرهایی که در برجام برای مقابله با نقض این توافق تعیین شده علیه ایران استفاده کنند. 3 کشور اروپایی امضا کننده برجام با هدف مقابله با عدول حکومت ایران از اجرای برخی تعهدات خود هشدارهایی در مورد فعال شدن مکانیزم ماشه داده بودند. استفاده از این مکانیزم می تواند تمام تحریم های سازمان ملل علیه حکومت ایران را بازگرداند. دروغ های از سوی برخی مسئولان حکومتی
و به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران به صورت اقدامی نهادینه شده در آمده است. سپاهی پاسدار رمضان شریف یکی از رجزخانهای حکومت ایران و سخنگوی سپاه پاسداران ضمن اشاره به ادعای او اغتشاش ها در آبان ماه امسال گفت کشته شدن حتی یک نفر در این گونه حوادث بسیار زیاد ناراحت کننده است و نباید اتفاق می افتاد، ولی بدانید دشمن برای کشتن مردم نیروهای بسیاری را آموزش داده بود. این در حالی است که فرماندهان سپاه و یگان ویژه نه تنها در خیابانها و میادین بلکه بر فراز پشت بام‌ها با سلاح گرم به سوی مردم بدون سلاح به پا خواسته علیه حکومت ایران تیراندازی کردند و طبق گزارش رویترز بیش از 1500 تن همزمان با قطع شبکه اینترنت در سراسر کشور کشته و هزاران تن مجروح شدند. این کدام دشمنی بوده است که افراد مسلح را برای کشتار مردم ایران وارد صحنه کرده بود؟ رمضان شریف در واکنش به این پرسش نمیتواند سند یا مدرکی در این زمینه ارائه دهد. او گویا نمیداند که مردم در تظاهرات دیماه سال پیش شعار میدادند دشمن ما همینجاست، اینا میگن آمریکاست. به گزارش خبرگزاری ایرنا رمضان شریف دیشب در مراسمی گفت اگر نیروهای انتظامی و پایگاه‌های بسیج نبودند، اغتشاشگران یعنی تظاهرکنندگان یعنی مردم و جوانان تظاهرکننده به اموال مردم رحم نمی کردند. وی در رجزخانیش در ادامه گفت این نیروها باید از پایگاه‌های خود دفاع می کردند، چرا که اگر یک کلانتری به دست آنان می افتاد به هیچ کس رحم نمی کردند و شاهد خسارت‌های جبران ناپذیر بودیم. عدد اینا معلومه چند نفره، تعدادشون اونایی که تخریب میکنن چند نفرن، عددی نیست. بعضی وقتا ما فکر میکنیم بمب اتم خطرناکه. اتفاقی که این چند روز افتاده از نظر من مثل بمب اتم نمیمونه. از اون روزی باید بترسیم که دمپای پوشا و کفش ملی پوشای شوشش عبدالعظیم و خیابون پیروزی اون روز اگر قاط زدن و پشت ولایت نبودن، اون روز فرار کن برو خارج. شنوندگان گرامی، رادیو صدای اسرائیل حدود 2 سال پیش بسته شد، ولی کوتاه مدتی پس از آن رادیو پیام اسرائیل به میدان آمد و رسالت دوستی و تفاهم بین دو ملت را ادامه داد و بسیار موفقیت آمیز نیز عمل می کند. آقای منشه امیر در مصاحبه‌ای به تشریح علل بسته شدن رادیو صدای اسرائیل پرداخته که بخشایی از آن را با هم می شنویم. با ما باشید. در یک روزی بود، اوایل انقلاب در ایران بود، که ما تمام زبان ها رادیو اسرائیل به 12 زبان برنامه پخش میکرد. اتحادیه کارگری تصمیم گرفته بود که به علت کمبود دستمزدها احتساب بکنه و احتساب کامل نبود، قرار بود که هر زبانی به جای مثلا 25 دقیقه یا 30 دقیقه فقط 8 دقیقه خبر بده و اون روز ما 8 دقیقه خبر دادیم و صدای من که از رادیو شنیده می شد واقعا صدای من بود، اون جلی نیست، و خانومی هم که اعلام برنامه کنه، خانوم اورید حکاک، در آن زمان یکی از گوینده های بسیار خوب ما بود. و این تنها موردی نیست که من شنیدم که خمینی برنامه ما رو گوش میکنه. به خاطر دارم که سال دوم انقلاب بود احتمالاً که کنفرانس بین المللی زنان در تهران برگزار شده بود و اون موقع هنوز روابط حکومت ایران با ایالات متحده به بحران امروزی نرسیده بود و یک خانم خبرنگاری
از جانب روزنامه سان فرانسیسکو اکسامینر آمده بود تهران برای پوشش دادن به این همایش بین المللی زنان و موفق شده بود که با خانم خمینی مصاحبه بکنه و بین سوالهایی که باش مطرح کرده بود این بود که بفرمید که برنامه روزانه همسر شما چی هست و اون شروع کرده بود که صبح بلند میشه چیکار میکنه و ساعت 6:30 بعد از ظهر به رادیو اسرائیل گوش میکنه و ما چند تا عکس هم دیده بودیم اون موقع ها نه آیفون بود نه واتساپ بود نه فیسبوک بود و غیره یه رادیوی کوچیکی رو به گردن خمینی بسته بودن و در ساعت معین دکمه رو فشار میداد و برنامه رادیو اسرائیل رو میشنید. علاوه بر این ما دلایل و نشانه های بسیار دیگری هم داریم که خمینی یکی از شنوندگان پروپاگورس رادیو اسرائیل بود، مثلا در عید فطر سال دوم انقلاب خمینی سفیران کشورهای اسلامی رو دعوت کرده بود و باشون صحبت میکرد و از جمله سخنانی که گفت این بود که رادیو اسرائیل که در این روزها داره درباره فرعون مصر و حضرت موسی سخن میگه و میگوید که به همکیشان من ظلم شده و فرعون اجازه بده که ما اینها رو از مصر بیرون بیاریم، الان خود این اسرائیل یا موجودیت صهیونیستی داره به فلسطینی ها بدی میکنه و این نشون میده که واقعا اون هفته خمینی این مطلب ما رو شنیده بود. درست شب شنبه ما این گفتار رو پخش کرده بودیم درباره کشاکش بین حضرت موسی و فرعون مصر. ما رادیوی ملی اسرائیل بودیم. ملی به چه مفهوم؟ به خاطر اینکه دولت هیچ گونه نظارت و کنترلی بر برنامه‌های رادیو و تلویزیون اسرائیل به زبان‌های مختلف نداشت و بارها در برنامه‌های ما انتقادهایی که از دولت، نخست وزیر، طرز کار وزیران و غیره می‌شد ما همه رو پخش می‌کردیم و استقلال کامل داشتیم، به خاطر اینکه هیئت مدیره رادیو و تلویزیون اسرائیل توسط خود مردم از طریق احزاب مختلف انتخاب می‌شدن و بیانگر همه دیدگاه‌های سیاسی در داخل اسرائیل بودن و این وظیفه ما بود که اگر حرفی رو نخست وزیر میزنه یا مخالف نخست وزیر میزنه ما هر دو رو خوب پخش بکنیم. این بود که ما از کسی دستور نمیگرفتیم، تحت نظارت هیچ کس هم نبودیم و از این نظر ما خیلی آزادی داشتیم. بودجه رادیو از دو طریق تامین میشد، یکی حق یعنی مالیات داشتن رادیو و تلویزیون در منزل بود، یعنی هر خانواده‌ای که رادیو و تلویزیون تو خونش بود که همه داشتن سالیانه یک مبلغی رو حدود $200 هر خانواده‌ای در سال میداد. علاوه بر این آگهی‌های تبلیغاتی که پخش می‌شد از رادیو و تلویزیون این دوتا بودجه ما رو تامین می‌کرد و دولت هیچ دخالتی درش نداشت. کارکنان رادیوی ما شاید یک دهم بی بی سی یا صدای آمریکا بود. یه خاطره هم یادم اومد، یه بار من در لندن بودم، رفتم بی بی سی رو ببینم و رئیس بخش زبانهای شرقی یعنی عربی و فارسی درخواست کرد که برم پیشش و با هم صحبت کنیم. پرسید از من چرا شما این همه محبوبیت دارین در ایران و ما نداریم. گفتم به یه علت، به خاطر اینکه ما بیشترین گزارش هایی که میدیم مربوط به ایرانه یا مسائلی است که ایرانی ها به دانستنش علاقه دارن، ولی شما در بی بی سی چیکار میکنید؟ میایید از زیمبابوه خبر میدین، از پاکستان خبر میدین، از ونزوئلا خبر میدین که اینها در اون دوران برای ایرانی ها هیچ جذبه و جاذبه نداشت. و ایشون به من جواب داد چه کنیم، ما میگیم بی بی سی ورلد، ما جهانی هستیم و باید اخبار همه جهان رو بگیم. یه تفاوت دیگه هم شاید بتونم ذکر بکنم و اون این است که
هر یک از دوستان ما که در رادیو با ما همکاری میکردن اینها ایرانی بودن، ایران رو دوست داشتن، اسرائیل رو دوست داشتن و این رو یک نوع خدمت و یک نوع انجام وظیفه میدونستن و از دل جان به این کار یاری میرسوندن و منابع خبری بسیار متنوع و موثقی ما داشتیم و به همین جهت هم اخبار ما همیشه پیش از بی بی سی و صدای آمریکا بود. یه خاطره دیگه هم یادم آمد، شاید لازم باشه من یه کتاب بنویسم در این باره. خبرنگار روزنامه کریستین ساینس مانیتور که در بوستون منتشر میشه آمده بود با من مصاحبه میکرد، گفتش ببین من یه هفته پیش از تهران برگشتم و میخوام یه چیزی رو برات تعریف بکنم. گفتم چی؟ گفت من یه مصاحبه با مهدی بازرگان داشتم که اون موقع نخست وزیر حکومت ایران بود و در ضمن صحبت با آقای بازرگان گفتش که بله من رادیو اسرائیل رو گوش میکنم، منابع خبری خیلی خوبی داره، اخبار دست اول پخش میکنه و غیره و غیره. بعدش گفته بود که من اطمینان دارم که این رادیو اسرائیل در ایران جاسوس داره. چرا جاسوس داره؟ چون خبرهای دست اول میده. بعدش هم گفته بود که این جاسوس نمیتونه یهودی باشه، این حتما باهایی هست. پرسیده بود چرا باهایی؟ گفته بود چون موساد اسرائیل هیچ وقت نمیاد که یک یهودی رو در یک کشور خارجی مأمور کارهای جاسوسی بکنه و به این علت من تصور میکنم که این خبرنگاراشون یا جاسوساشون ایشون واژه‌ای که ایشون به کار برده بود باید باهایی باشه. ما با دل جان کار میکردیم و دلون میخواست که به مردم ایران خدمت بکنیم و بسیار برای من دلنشین. ببینید من کارم رو در رادیو اسرائیل از 59 سال پیش آغاز کردم تقریبا و امروز بارها اتفاق افتاده. من افرادی رو تو خیابون میبینم، نسل جوان، که میگن آقای امیر ما سه نسل با صدای شما بزرگ شدیم. میگم چطوری سه نسل؟ میگه من پدر بزرگم وفادار، از شنوندگان وفادار برنامه شما بود، پدرم به شما گوش میکرد و منم انقدر عادتم شده بود که مثلا 12 سالم بود یا 13 سالم بود یا 15 سالم بود منم به رادیو شما گوش میکردم و این یه لذت بزرگ. ما میبینیم که خدمتی که به ملت ایران و دوستی بین دو کشور کردیم خدمت سازنده بود و من خرسندم و بهش افتخار میکنم. متن مجموعه کاملتری از اخباری رو که شنیدید میتوانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. پیش از خداحافظی با شما یادآوری میکنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمانهای ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار میکند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش میکند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا میباشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم که اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن در اپ استور به فارسی یا انگلیسی بنویسید رادیو اسرائیل فارسی. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.